کد یه ذره کدش طولانیه، ولی قول به تو میدم این فقط یک پنجم اون کدیه که شما تو کلاس هلو ای آر میبینید. ولی کل کلاس هلو ای آر تمام زمانش صرف میشه برای اینیشیالایز کردن و ستاپ کردن همه این تنظیمات. خب اینا رو زیاد پیچیده نبودن، برای همین گشتم مهمترین اسنیپتی که از این هلو ای آر داره تمام کارا رو انجام میده رو پیدا کردم که این بود. حالا این چیکار داره میکنه؟ از اون بالا بریم با همدیگه بررسیش کنیم. اول از همه میاد یه دونه از استریممون یه دونه پیک میکنه، یه فریم پیک میکنه و در میاره که بتونه روش پروسس کنه. ببخشید قبلی بود. اون بالا رو اگه ببینید میاد ویوپورتش رو با توجه حالا به ویوپورتی که تغییر کرده ستاپ میکنه، که باز زیاد مهم نیست. اسلاید بعدی رو ببینیم. این فریم رو با ویوپورتی که داره، ویوپورت در واقع اون فضایی که برای رندر روی گوشی طرف داره، به ویدیو رندرر میده تا براش قبل از اینکه ما کار دیگه بکنیم اول یوزر ببینه چی داره از کامراش میاد، بعد ما بریم کارهای محاسباتیمون رو روش انجام بدیم که ویندو یوزر رو از دست ندیم. بعد از اون میاد به فریمش، چون فریم از جنس خاصیه، اینجا فریم عادی نیست، فریمی که خود کلاس کتابخونه ایزی ای آر تعریف کرده، میاد میگه که حالا اگه تارگتی رو شناسایی کرده الان وقتشه بهم بده. میاد تمام تارگتاشو میگیره که تو اون فرم میبینید. بعد ببخشید من اینم برسونم به اینجا. تک تک تارگت هایی که اگر این تارگت اینستانسز خالی نباشه، میاد رو تک تک تارگت ها لوپ میزنه و ببینه که شما میخواید کاری روش بکنید یا نه. برای بریم جلوتر، این یه تیکه میاد، ما یه کلاس آبجکت رندرر داریم که اینجا برامون باکس رندر میکنه. یه جعبه ای من ساختم که این جعبه رو برای من روی اون تارگتی که میخوام رندر میکنه. برای همین میاد کامرا پوزیشن جی ال رو میگیره که در واقع پوزیشن جی ال ویو نسبت به کامرا. بعد میاد پوزیشن اون تارگت ما رو میگیره که تو این عکس تارگت ما در واقع کجای این عکس داره وجود داره، و بعدش هم سایز واقعی اون تارگت رو از فریم میگیره و به رندرر میده. از اینجا به بعد دیگه وظیفه رندرره که با استفاده از این مقادیر ورودی روی اوپن جی ال، روی اون سرفیس ویوی که وجود داره، اون آبجکت خودشو رندر کنه. همین کل ایزی ای آر خلاصش این میشد. اما طبیعتا خیلی کارهای بیشتری میشه باش کرد. من جلوتر یه دونه سمپل ویدیو زدم که یه دونه عکس رو شناسایی میکنه و بعد هم یه ویدئویی که متناسب با اون عکس خودم تنظیم کردم داخل اپلیکیشن گذاشتم و نمایش میده. اما در کل چیز اصلا پیچیده ای نبود. تقریبا کل استیکه و لایبرریشو با هم دیگه مرور کردیم. فقط یه نکته ای که آدم باید در نظر داشته باشه، تو اون متد رندر چون تمام این اتفاقات داره روی مین ترد اندروید در واقع اتفاق میفته و تمام این پروسس داره روی ترد اصلی اتفاق میفته، نمیتونه ایسینک باشه ذاتاً. باید حواستون باشه که محاسبات خیلی سنگین و پیچیده‌ای خارج از توان گوشی ها نزنید، وگرنه یوزر فید کامراش هم دچار لگ میشه و نمیتونه دوربین خوبی هم نمیتونه ببینه، چون داریم فریم به فریم از کامرا میگیریم و فریم ها رو خودمون رندر میکنیم. از این جهت که باید این حواس جمعی رو تو این قسمت داشته باشیم. تقریبا وقت هم داره تموم میشه، آخرشه. حالا ما این همه توضیح دادیم، ایشالا که بشه از این توضیحات استفاده کنید و نرم‌افزار بعدی ای آر رو شما بسازید. منم اینجا یه سمپل آوردم که این سمپل اگه بتونم الان براتون نشون میدم. امیدوارم زایمون نکنه. الان من یه عکس گذاشته بودم تو اسلایدم، بعد یه فیلمم برای این عکس تنظیم کرده بودم که پلی کنه. حالا دوربین رو گرفتم روی اون عکس، الان همونجوری که می‌بینید داره اون
عکس در واقع پلی میکنه. آبجکت ترکینگش هم که تقریبا حرف نداره، هر جا میبرم واسه تکون میره، حتی با زاویه هم شما میتونید پلی کنید. داره نشون میده دیگه، استاپ شد. خیلی خوب، این کل پریزنتیشن امروزمون بود. ممنونم که بزنید بزرگش کنم. ممنونم که توجه کردید، وقتتون رو به من دادید. امیدوارم که بتونید از این استیکر استفاده کنید. اگر دیدید میتونم کمکتون کنم از طریق اینا رو چیز میشه بزرگش کرد اینجوری. من میره از اول فکر کنم. نه، عقلش رسید. آره با بیشتر از این حرف. از طریق این دوتا لینک ارتباطی میتونید تقریبا منو پیدا کنید و همین. موفق باشید. حالا اگه سوالی داری مثلا که آها باش اسلاید همین الان هم آنلاینه، حالا لینکشو شیر میکنن و میتونید ببینید اونجا. توضیحاتی هم که دادم زیر همه اسلایدها هست، باز اگه دیدید به عنوان داکیومنتیشن میکنم. آدرس اسلایدو میذارن دوستان تو گروه قرار میدن. کسی که چجوری اون آبجکت مورد نظر تشخیص میدیم و متوجه نشده، مثلا تو مثال ساعت دست اون کاربر رو چجوری تشخیص دادیم؟ مثلا تو این مثال خودت الان عکس اون خرگوشه رو ببینید. خود استیکه ایزی ای آر دو تا کلاس برای این کار برای شما فراهم کرده، یکی ایمیج تارگت هاست و یکی آبجکت تارگت ها هستن. آبجکت تارگت ها مثالش میشه همون دست اون بنده خدا که حالا اومده بودن این دست رو براش تعریف کرده بودن، من کد اونو خودم ندیدم. ولی ایمیج تارگت ها خیلی ساده تر از اونم حتی کار میکنه، با همون روشی که بهتون گفتم. شما آدرس عکس رو یا عکس رو بهش معرفی میکنید، بعد خودش کار دریافت عکس و پروسسش و تشخیصش و اینا رو همه رو براتون انجام میده. یعنی تقریبا کدی بابت اون قضیه شما نمیزنید. منظور اینه که میشه مثلا ما یه عکسی از یه دست بهش بدیم بعد بگیم که خودش تشخیص بده؟ آره، ولی اونو شبیهش رو پیدا کنه یا میتونه، اما نمیدونم دقتش روی دست واقعی چقدر بالاست. فکر میکنم برای کارهای این چنینی باید بهش یه آبجکتی بدیم و بگیم اینو برامون شناسایی کن. این قضیه توی فایربیس ایمیل کیت هم عیناً وجود داره. حالا اگه با اون بیشتر آشنایی دارید، تو اون هم شما میاید مدلتون رو ترین میکنید برای اون آبجکتی که شما میخواین، بعد خود اون سافر ایمیل کیت میاد اون آبجکت رو توی هر فریم شناسایی میکنه. اینا شبیه هم کار میکنن توی این قسمت. توی فایربیس آره، ولی اینجا نه. اینجا چون چیزی رو شما لرن نمیکنید، فقط بهش میگید سعی کن دنبال اینا بگرد. فایربیس بکش گوگله، این کاملا آفلاین و روی دیوایس داره کار میکنه. برای همینم خیلی شاید توانمندی ماشین لرنینگ گوگل رو نداشته باشه، اما تا حد خوبی داره خوب جواب میده. کادو نیست. یعنی اگه از اون چیزی که میخوایم ترک بشه یه مدل سه‌بعدی داشته باشیم خیلی بهتره پس. خب طبیعتاً اگه مدلتون سه‌بعدی باشه، اگر دست انسان باشه، سه‌بعدی مدل سه‌بعدی باشه، حتماً بهتر جواب بعد ده. خودت حالا به همچین موضوعی برخورد کردی که ابزاری هست اگه یه پروژه بزرگ باشه و حالا مثلا قرار باشه توش مثلا پول خوبی خرج بشه، میشه این کارو کرد یا نه؟ شدنش که 100% شدنیه. یعنی اسکن سه‌بعدی وجود داشته باشه که اون دقیقاً نقطه گذاری‌ها رو بکنه. نکته اینه که معمولاً با اسکنرها این کارو نمی‌کنن. حالا من تحقیقی که کردم به این نتیجه رسیدم که میدن به طراحا و این آبجکت‌ها رو براشون می‌سازن. ابزارهای مثل حالا اون دوستمون که داشت برای من توضیح میداد خیلی خیلی بسته داشت حرف می‌زد و میگفتش که مثلا فرض کن با 3D Max ما میایم یه آبجکت می‌سازیم و این آبجکت رو به حالا ابزارهایی که داریم خروجی می‌گیریم. آها، یعنی از 3D Max راحت تر میشه این کارو کرد. آره آره. خواهش میکنم. یه لحظه. این همون آبجکت های اوپن جیله، یعنی همون جوریه روالش. روال چون ما تماما داریم روی بستر خود اوپن جیل کار میکنیم، چیزی هم که من برداشت کردم همون آبجکت های اوپن جیلن. یعنی درد و رنج اومده اینجوری کم کرده، نیومده آبجکت های خودش رو تعریف کنه. از اون طرف هم اگه میگم باز با دوستان با اوپن جی ال آشنایی بیشتری داشته باشن، حتما از اون سرفیس ویوش بیشتر میتونن کار بکشن.
این فقط خود ایزی ای آر اومده. قسمت سخت این ماجرای ای آر مچ کردن این آبجکتی که شما ازش میخواین و انداختن اون آبجکت وی آر ویرچوالایز شما رو اون آبجکته. این سخت‌ترین تیکشه که خود ای آر کور هم با استفاده از یه ابزار دیگه داره این کارو میکنه. یعنی خود ای آر کور هم وقتی شما لایبرریشو دانلود میکنید نمیتونید یه آبجکت رو بندازید رو اون تصویری که میخواید، باز میرید یه ابزار دیگه میگیرید، اونه که در واقع کوردینیت میکنه، میگه اینجای صفحه اینجاش این شکلی باشه، انقدر زاویه داریم، انقدر حجم داشته باشه. حالا اگه مثال باکس همین ایزی ای آر رو برید ببینید، می‌بینید که مثلا اومده یه باکس حجم رو، حجم که میگم منظورم سه‌بعدیه، یعنی یه عکس داده بعد روی این عکس یه باکس انقدی آورده جلو روش رندر کرده در واقع. از این جهت من فکر میکنم حتی آبجکت هایی هم که رندر میشن با همون اصول اوپن جی ال آبجکت ها باشن. خواهش میکنم. خیلی خوب، اگه بس ایشون بعد یه چیزی مثلا اون همین ای آر مثلا توی نرم افزار مثل اینستاگرام توی همون بخش استوریش یا حتی فکر کنم هواوی هم داخل اون دوربین گوشیش مثلا داره، یعنی شکلک میندازه روی صورت و اینا، اونا چجوره؟ یعنی خودشون یه سیستم اینجوری پیاده سازی کردن که اونا هم دارن همین قضیه رو، منتها چون در واقع آبجکت سه‌بعدی خاصی رو پیاده سازی نمی کنن، شما با ML کیت فایربیس هم میتونی اونا رو انجام بدی و نیاز به این همه سختی نیست. کاری که AR این AR کیت ها انجام میدن این که یه آبجکت حجمدار رو برای شما رندر میکنن، مثل اون باکسی که الان برای دوستمون مثال زدم. این باکسی که من گفتم 3 سانت حجم این باکسه بود فقط، یعنی شما اگه دوربینتون رو میچرخوندین که مثلا اون تارگتتون رو از زاویه ببینید نشونتون میداد که 3 سانت حجم داره و اینو مختصات اون عکس رو براتون شناسایی میکرد. اما چیزی که اینستاگرام و حالا دوربین هواوی انجام میده که اصلا خیلی مرسومه انجام میدن، اونا با فقط آبجکت تریکینگ و ریکگنیشنه، یعنی فقط این که تشخیص بدن این عکس همونیه که ما میخوایم. خیلی خب، پس اگه چشمشه بیاد عینک بنداز روش، یا اگه تشخیص دادی این سر یه شخصیه بیا اون کلاهی که حالا شما، بعد کلاه حجم نداره، یه عکسه که یعنی فلته، یعنی یه چیزی رو فقط میکشن روش، مثل ویوهای اندروید میمونه در واقع، حجمی توش دخیل نیست. یعنی شما اگه بچرخونی از این ور نگاه کنی همچنان داری همون تخته رو میبینی، همون تیکه کاغذ رو میبینی. این تفاوت رو داره. باشه، مثلا رو مپ هم میشه اینو گذاشت، این اپ ایرانی هست باشه، مسکن بدن با این لینکی هر چی که اسمش باشه. من نه رو مپ فرض رو پیاده پوشیدن میگیری بعد تو خونه ای که مثلا خودش اگه باشه تو لوکیشنش نشون میده مثلا مترو اینا شو. اونا رو معمولا با خود مپ ها اندل میکنن، میان لایه های چون مپ ها از تایلا تشکیل شدن، میان تایلای اون تیکه رو یه جور دیگه دریافت میکنن و رندرش میکنن، چیزی که من تحقیق کردم و بهش رسیدم. اما همین مثال رفاهی که زدم، مثلا شما دوربین گوشی رو که فعال میکنید و روشنش میکنید توی محیط که میچرخید، با توجه به لوکیشنی که شما دارید میگه که اینجا این قسمت از خونتون همینجوری مستقیم برید میخورید به یه فروشگاه رفاه، آدرس هم فاصلش هم زیرش براتون نوشته. رود نه 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 نه، اصلا کارش نقشه و رود و اینا نیست، کارش فقط نمایش دادن مکان حدودی این فروشگاه ها توی اطراف شماست. حالا باز اینو شما خودتون دانلود کنید، خیلی اپ ساده ایه ولی کارش یه مقدار پیچیده است. من تو جی آی اس دیدم که خود جی آی اس داره، یعنی همچین ای آر دارن استفاده میکنن، پس داره از این چادر ویدیو دقیقا هم چیزی که تو جی آی اس استفاده میکنن. خب پس
حالا این دوستمون این چیزی که من یه ذره تحقیق کردم راجع به اینکه شرکت رفاه چجوری اینو پیاده کرده، تماما با لوکیشن گوشه، یعنی از جی آی اس و از جی پی اس فقط به عنوان لوکیشن گرفتن استفاده میکنه و اینکه از جایروسکوپ و سنسورهای دیگه استفاده میکنه که فقط ببینه الان کاربر داره به کدوم شمال جنوب شرق غرب داره نگاه میکنه. استفادهش اینطوریه. میخواید تلفن موبایل فکر کنم کادو گرفتی. نه شوخی کردم. از اول بگم طبیعتا یه اپلیکیشن هست اسمش فایند مای کاره، ماشین رو هر جا پارک میکنی اونجا رو وسط لوکیشنش رو پین میکنه، بعد گوشی تو در میاری، مسیر رو بهت میگه که مثلا از این کوچه برو چپ، از این کوچه برو راست، فاصلت هم با ماشینت میگه، بهش هم که میرسی روش توی دوربینت یه فلش بالای ماشینت میزنه یور کار. خب این ترکیب چند تا از همین نرم افزاراست، یکیش مپ، یکیش روتینگ، یکیش لوکیشن، جی پی اس، جی آی اس، تقریبا همه اینا رو اومده با هم دیگه ترکیب کرده و اینو ازش خروجی گرفته. سوالش این بود که میشه استفاده کرد؟ میشه. آره کار دارم میکنم. آره دست شما دار. من میخواستم اگه امکان داره یه مقدار راجع به این QR توضیح بدین که اون چجوری شناسایی میشه و اینکه توی این Easy AR اون QR کد رو هم میتونه ریکگنایز کنه یا نه. ببین من خودم راجع به تکنولوژی، من تازه توی اپلیکیشنی که داریم کار میکنیم داریم از QR استفاده میکنیم، تا حالا باهاش آنچنان کار نکردم، ولی از قرار معلوم فرمت QR یه جوریه که نیاز به ابزارهای هیولایی مثل این چیز نیست، با تریکینگ، با تشخیص عکس های خیلی ساده تر هم میشه تشخیصش داد که الان لایبرری زیادی وجود داره که بهترینش هم همون زبرا کراسینگ ZX بار اگه اشتباه نکنم روی اندروید، اون خیلی ساده تر از ایناست. بعد نیازی هم به AR شما ندارین، شما باز هم دارید فقط تشخیص میدید که این چیه و بعد از اینکه اونو تشخیص دادید باید اون QR رو در واقع پروسسش کنید که بتونید اون محتوای داخلش رو بگیرید. من کاملا متوجه حرفتون هستم. نه منظور این که اگر مثلا شما یه اپلیکیشن داشته باشید خب که هم قرار بشه یه سری QR رو ریکگنایز کنه، هم قرار باشه که اون کار سه‌بعدی ما رو انجام بده، ایزیار این دوتا رو انجام میده یا جدا جدا شما باید پیاده سازی کنید؟ نه طبیعتا شما اگه اون چون QR خودشون یه عکسن، آره. شما اگه اون عکس براش تعریف کنید دقیقاً، اگه موس به صورت عکس بهش بدید ترکش رو ریکگنیشنش رو میدید به ایزیار، از اونجا به بعدش هم که توضیح دادید. ممنون. چاکرش. چیز دیگه که هست توی آی او 2018 همین فروردین ما گوگل مپ و نسخه جدیدش که داشت ریویو انجام میداد، همون ای آرشو که مثلا مسیریابی تو دیگه همون گوشی تو بگیری بعد نشون میداد. خب بعد منظورم اینه که این ای آر کور بعد پلتفرمای دیگه که برای این کار هستن مثلا یه سریاشون اندروید پایین رو ساپورت نمیکنن، این مشکلا رو حالا بغیر از این که حالا ایزی آر وجود داره اینا رو با چی کار کرد؟ یعنی گفتم خود گوگل که من هرچی سرچ کردم حتی توی ردیتشون یا حتی باگ ریپورتشون اسمش یادم نیست نگاه میکردیم، هیچ تصمیمی ندارن که اینا رو بکورد کامپتیبلش کنن، یعنی هیچ تصمیمی ندارن که AR کور رو بیارن روی ورژنای مثلا 21 حتی کار کنه. نمیدونم هم چرا ناچاریم به ابزارها و استیکه دیگه مثل ویکیچود و این ایزی AR رجوع کنیم و خودمون. حالا خب ARCore یه سری چیزای اضافه تر هم داره که حالا اینا ندارن لزومن، اگه نیاز به اونا پیدا کنید یا باید ورژن استیکیتون رو ببرید بالا یا اینکه خودتون زحمت پیاده سازیشو بکشید. بعد یه چیز دیگه این بازیه که حالا مثلا با یونیتی میسازن، حالا نمیدونم حالا با اون میسازن یا نه، مثلا یه بازی بود هلیکوپتر بود، اونو مثلا با گوشی میشد چیز کرد، واقع رفزور ای آر بود، اونو مثلا به چه شکل پیاده سازی کنم؟ ایزی آر یه خروجی هم برای یونیتی داره. آه یعنی مرسی. چاکر. واسه خواست پلتفرم چه برنامه ای داره ایزی آر یا نه؟ اینکه بتونید توی فلاتر یا ریاکت نیتیو ازش استفاده کنید خیر،
اما خودش برای جفتشون خروج چیز داره، یعنی ای پی آی داره، لایبرری داره، ناچاری دوبار پیادهش کنید. اینجوری نیست که یک کد بزنید دو جا ران شه، نه. ولی از همین ایزی ای آر میتونید روی آی او اس یا روی اندروید استفاده کنید. نه هیچی اشتباه شد، نسبه بالا بود، شک داشت. خیلی خوب، ممنونم از همتون که توجه کردید.